ستاد مشترک نیروهای مسلح رژیم اسلامی با صدور اطلاعیه واقعه سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در آسمان تهران را به علت خطای انسانی و شلیک یک موشک از طرف پدافند هوایی تهران دونسته. دکتر مهران مصطفوی ساکن پاریس با ما هستن و نقطه نظرات ایشونو در این مورد جویا میشیم. درود بر شما آقای مصطفوی. سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. آقای مصطفوی آدم میمونه چجوری شروع کنه این گونه مصاحبه؟ بله واقعا تأسف‌بار از چندین جهت. قبل از هر چیز من همدردی و همبستگی خود رو با خانواده قربانیان اعلام میکنم و بسیار متاسفم که انسانهایی که برای کار یا دیدار وطن یا دیدار خانواده سفر کرده بودند در یک لحظه به علت بی‌لیاقتی، نادانی تمامشون پرپر شدند و واقعا خبر بسیار دردناکی بود. اما حال که جمهوری اسلامی گفته خطای انسانی بوده، من چند ملاحظه دارم در این باره. ما میشنویم ملاحظاتتونو. اول این که فرمودن که خطای انسانی بوده. اگر خطا بوده و خطای غیر عمد بوده، دروغی که چند روز به طور مداوم جمهوری اسلامی میگه که اصلاً امکان عقلی نداره که کار ایران باشه، این رو چه شکلی بپذیریم؟ و در ضمن یادآوری میکنم اگر این هواپیما هواپیمای ایرانی بود و اگر در اون خارجی وجود نداشت و اگر افکار عمومی دخیل نبودن، چه بسا شاید ما اصلا متوجه این خطای انسانی هم نمی شدیم. یا مثلا اون جنازه خلبان به دادگاه می کشیدن به علت اشتباه. بله خلبان. و این دروغ هاشون رو ادامه می دادن، دروغ هایی که از قبل از همون موقع اطلاع دارن. شما ببینید وقتی یک همچین موشکی برخورد میکنه با یک هواپیما، چیزی نیست که مشخص نشه برای کسانی که در اونجا حضور دارن و اون موشک رو فرستادن. از همون لحظه اول برای اینها محرز بوده. آقای روحانی در اعلامیه‌ای که امروز صبح داده میگه چند ساعت پیش متوجه شدم. واقعا خجالت آوره و توهین به شعور یک کشور که ایشون بنویسه چند ساعت پیش ما متوجه شدیم که این یک خطای انسانی بوده که پدافند ایران انجام داده. در صورتی که از خود خبرگزاری فارس نوشته از صبح روز جمعه که الان ما ظهر روز شنبه هستیم در ایران، اینها از به قول خبرگزاری فارس از صبح روز جمعه میدونستن. البته این هم دروغه، برای که از دید من از همون لحظه ای که این اتفاق افتاده مسئولین ایران اطلاع داشتن و به اونها اطلاع داده شده بود. و همینجا باید یادآوری کنیم که معاون آقای روحانی آقای حسام الدین آشنا تهدید میکرد، اونم چه تهدیدی، که در رابطه با این انفجار هواپیما، سقوط هواپیما، با ایران ستیزان همکاری نکنید. ایران ستیز واقعا کیست؟ در کدام جایگاه قرار گرفته؟ شما تیتر مطبوعات غرب رو ببینید، امروز هیچ آبرویی برای ایرانیات شما دیگه باقی نگذاشتید. آقای ترامپ رو که به خاطر اون ترور در وضعیت بدی قرار گرفته بود، الان دوباره خب اینها میگن آقای ترامپ حق داشت و این رژیم یک رژیم دروغ و ترور هست. آقای مصطفی من یه سوالی دارم، آیا فشار افکار عمومی و همونطوری که شما فرمودید فشار بین المللی، آیا امکان داره که اساساً رژیم همین به اصطلاح خطای انسانی رو در آینده پس بگیره؟ چون اساساً روی صفحه رادار
حجم، سرعت و ارتفاع پرواز هواپیماهای مسافربری با هواپیماهای جنگی فرق میکنه. این که ما به توهم این که یک هواپیمای نظامی بوده و روی منطقه حساسی از پایگاه‌های سپاه در حال پرواز بود اینو زد، آیا فکر میکنید به این نقطه هم برسه رژیم؟ من این استش که در دنیای امروز مشکل دیگه مخفی کردن این گونه اطلاعات با توجه به حجم اطلاعاتی که میشه با یک تلفن دستی، با ساتلیت، با دستگاه‌های جاسوسی به دست آورد، این استش که رژیم پای دیوار قرار گرفت، مجبور شد که بپذیره، راه حل دیگه ای نداشت. حالا جعبه سیاه هواپیما هم که هست، طبق قانون بین المللی باید به سازنده هواپیما اطلاع بدن. همه اینها اینا گمان میکردند که میتوانند اینها رو مخفی بکنن و اقرار نکنن به این کار، و متاسفانه معلوم شد که کار خودشون بوده و اینها به طور شرم‌آوری این رو مخفی میکردن. و تا اونجایی که آقای رهبر امروز از قولش نوشتن که دیروز ایشون دستور دادن که واقعیت رو باید با تمام و کمال با مردم در میان گذاشت، واقعا یعنی اینها همون ادامه دروغ هاست، ادامه ریاکاری است که اینها دارن. و از دید من تمام کسانی که حقیقت رو در این باره میدونستند و کتمان کردند و دروغ گفتن، به نوعی در این جنایت شریک هستند، همراهی کردند. واقعا شما نگاه کنید این خانواده هایی که نزدیکان خودشون رو از دست دادن در چه حالتی این چند روز به سر میبرند با این رفتاری که رژیم جمهوری اسلامی از خود نشون داده. این رژیم بار دیگر نشون داد در مورد همین هواپیما که به غیر از این که بخواد از طریق دروغ گفتن مسئله رو حل بکنه، راه حل دیگه نمیبینه. این ذات این رژیم هستش، تمام رفتارهاش بر اساس ریا و دروغه، همه رفتارهاش. ما تمام این بحران هایی که داشتیم بر همین اساس بوده، مسئله هسته‌ای رو که من بارها با شما در میان گذاشتم بر همین اساس بوده، و اینها قابل اصلاح شدن نیستن. نمیتونین این چیزها رو دیگه. آقای مصطفی یه سوال دیگه پیش میاد، اگه یادتون باشه هفته پیش وقتی که سپاه پاسداران اون پایگاه نظامی آمریکا رو در عراق مورد حملات موشکی قرار داد، سریعاً خودش رأساً یک اطلاعیه داد که ما انتقام سخت گرفتیم و چند بندم نوشته بود، و زدن این هواپیمای مسافربری هم زیر نظر قرارگاه خاتم الانبیا بوده که مال سپاه پاسدارانه و امنیت استان تهران رو به عهده داره. چطوره که الان خاتم الانبیا یا سپاه اطلاعیه نمیده و رئیس ستاد مشترک ارتش رو میندازن جلو؟ آیا این نرمه؟ نه خیلی این نرم نیست. معمولا اون دستگاهی که این کار رو انجام داده باید این خطا رو بپذیره و این مربوط به سپاه میشه، ولی اونجایی که اینها لازم میدونن همراه میشن با ارتش، یعنی اون ستاد کل نیروهای یعنی هنوز فکر میکنن که وچهی واسه ارتش در سطح بین الملل هست. بله بله، از این میخوان اینا در این گونه موارد. یک باره یادشون میاد که یک ارتشی هم هست، به هر حال ارتش اون وجه بدی که سپاه در بین مردم داره نداره، برای اینکه خب ارتش دستگاهیه که اینا کنار گذاشتن، عملا ازش استفاده جدی که نمیکنن. و یک دفعه میان و اعلامیه میدن. من همین اولین مسئله‌ای که من رو تعجب من رو برانگیخت این که چه شکلی این ستاد اطلاعی داده. همیشه سر هر مسئله سپاه، فرمانده های سپاه میان صحبت میکنن، ولی یک باره از ستاد کل نیروهای مسلح اعلامیه میاد بیرون. این هم بر همون مسیر دروغگویی و ریاکاریشونه، و اینها فکر میکنن با این روش ها میتونن به حکومت خودشون ادامه بدن، ولی واقعا مردم دیگه تحملشون از سر گذشته و غیر قابل قبول شده، و اینها این صدا رو باید بشنوند.
رژیمی که با دروغ و ترور و جنایت و فساد همراهی داره آخرت و عاقبتی به غیر از نابودی به وسیله مردم مصطفی هفته بسیار بدی واسه سپاه بوده. اول از همه مهمترین شخصیت نظامی و چهره بیرونی و بین المللیش از دست داده، یعنی قاسم سلیمانی رو، هم که یک افتضاح خیلی بزرگی سرنگونی یک هواپیمای مسافربری بین المللی در پروندهش نوشته شده. آیا این در نقش‌آفرینی آینده سپاه در سیاست‌های داخلی و بین المللی نقشی بازی خواهد کرد؟ من فکر کنم که تحت فشار بیشتر در دعواهای درونی نظام تحت فشار بیشتر قرار خواهد گرفت سپاه، با از دست دادن آقای قاسم سلیمانی که نقش کلیدی بازی میکرد در سپاه پاسداران، و با توجه به این اتفاقاتی که افتاده به نظر من آقای روحانی تمام تلاش خودشو خواهد کرد که از این وضعیت به همراه کسانی که خودشون اصلاح طلب حکومتی میدونن از این موقعیت استفاده کنن و این مسئله رو پیش بکشن که شما میخواید کل نظام برود با این کارهایی که میکنید، با این فعالیتهایی کردید، پرونده شما سیاه است، به ما این امکان رو بدید که ما بتوانیم عمل کنیم. اما آقای خامنه‌ای و اطرافیان اون در این فکر و نظر نیستن که اجازه بدن که این کارها صورت بگیره. آقای خامنه‌ای ولکن نخواهد بود به نظر من، با این که سپاه هم وضعیتش بدتر شده نسبت به یک ماه قبل، اما آقای خامنه‌ای در رو به روی آقای روحانی باز نخواهد کرد، در رو به روی اصلاح طلبان باز نخواهد کرد، و در این انتخاباتی که در پیش رو هست بهترین وضعیت سنجی خواهد بود. دی گمان میکنن که با این اتفاقاتی که افتاده رژیم برای ترمیم خودش به دنبال این خواهد بود که به اصطلاح بخشی از این اصلاح طلبانی که بیرون کرده بود دوباره بپذیرد تا یک اصلاحاتی صورت بگیره. اما آقای خامنه‌ای همینطور که بارها من گفتم نگرانی اصلیش اینها نیست، نگرانی اصلیش مسئله جانشینی خودشه و میخواد مسئله جانشینی خودش رو قبل از هر موضوعی دیگه حل کنه. بله، و به عنوان آخرین سوال، فکر میکنید طبقات زدن یک هواپیمای مسافربری، اون هم دقیقا 2 دقیقه و 46 ثانیه بعد از پرواز در ارتفاع زیر 2000 متر در سطح بین الملل، برای ایران و فضای پروازی ایران چه خواهد بود؟ خب اولا به غیر از نظر یک آبروریزی بین المللی و یک رسوایی ملی که خب اینجای خود داره، ولی از نظر عملی فعلا شرکت‌های هواپیمای غربی گفتن به تهران نمیرن تا اینکه این مسائل حل نشه، برای که خب این پدافند ممکنه فردا هم دوباره همین طور عمل بکنه و هیچ امنیتی وجود نداشته باشه، و این رو حتما با ایرانی‌ها مذاکره خواهند کرد که شرکت هواپیمایی و شرکت بین‌المللی هواپیمایی که این وضعیتش به کجا خواهد انجامید. ایران باید یک اطمینان‌هایی به اونها بده. دوم این که از نظر خسارت‌های مالی همین الان حکومت اوکراین اعلام کرده که ایران باید خسارت بپردازه، به غیر از خسارتی که مسلماً مربوط به خود هواپیما میشه کلیه سرنشینان هواپیما هم میتوانند تقاضای خسارت بکنند طبق قانون بین‌المللی. وقتی که ایراد اگر از هواپیما بود مسئولیت با صاحب هواپیما یعنی دولت اوکراین بود، ولی از اونجا که خب ایران این با موشک این رو زده کلیه خسارات هواپیما و سرنشین هواپیما و کلیه خسارات مادی هم که به وجود آورده باید ایران بپردازه. میدونید که در وقتی که امریکایی‌ها هواپیمای مسافربری ایران رو زدند ایران رفت شکایت کرد، و قبل از اینکه آمریکا بره به مسئله به دادگاه قبول کرد که خسارت مالی بالایی بپردازه، یه حدود مثل اینکه 1 میلیون 2 میلیون دلار برای هر نفر بود به غیر از قیمت هواپیما، و همچین چیزی هم در مورد ایران هستش، و این خسارت بر خسارت، هزینه بر هزینه، این بی‌لیاقتی ها و بیکفایتی ها می افزاید. و به عنوان آخرین سوال میخوام
مسئله کشتن قاسم سلیمانی و اون انتقام سختی که ایران از آمریکایی‌ها گرفت در زدن موشک باران کردن پایگاه عین الاسد. آیه مستوی، همه قرائن نشون میده که انقریب ما یک برجام دو خواهیم داشت و رژیم شدیداً داره امتیاز میده. طوری زدن که هیچکی زخمی نشه. من نمیدونم چجوری بدون زخمی کردن میشه انتقام سخت گرفت. اولا که سپاه پاسداران اعلام کرد 80 نفر رو کشته به دروغ. ثانیا یک مسئله بسیار مهمی فراموش میشه و اون که روز قبل از حمله آقای روحانی با آقای مکرون حدود 1 ساعت تلفنی صحبت کردن. در همون روز خانم فریبا عادل‌خواه از جرم جاسوسی برای فرانسه معاف شده از طرف قوه قضاییه. از دید من یکی از CNN اعلام کرده از 3 مجرا به آمریکا اطلاع داده شده بود درباره این حمله ای که سپاه میخواد بکنه، یعنی خود ایران اطلاع داد. از دید من یکی از مجراها دولت فرانسه است، آقای مکرونه، آقای روحانی بهش اطلاع داده، توضیح داده که نمیتوانن دست روی دست بگذارن، حتما باید حمله را بکنن، ولی از اونجایی که نباید این حمله باعث افزایش تنش بشه ما این خبر رو شما به امریکایی ها بدید و اینطوری با هم معامله کردن. من هم با شما موافق هستم، ماهای آینده نشان خواهد داد که اگر مردم ایران وارد صحنه نشن و خودشون عمل نکنن، اینها میرن به سمت سوی یک برجام دوم. بعد از اینکه البته سر صداها خوابید، انتخابات مجلس تمام شد، از بهار آینده که آمریکا هم بسیار بر این مسئله خوشنود هستش. آمریکا هیچ وقت به دنبال دموکراسی در منطقه نبوده، آمریکا هیچ وقت به دنبال حقوق بشر و حقوق ملت ایران نبوده. آمریکا یک رژیمی رو میخواد که بتونه باهاش کار بکنه، باهاش عمل بکنه در منطقه و بهش اعتماد داشته باشه. همین و بس. و آقای ترامپ به دنبال یک چنین راه حلیه و این رو هم عملاً و علناً میگه و این سیاهی میمونه برای کسانی که دخیل بستن به آقای ترامپ و یا کسانی که دخیل بستن به آقای خامنه‌ای و اصلاح طلبان برای این گونه تغییرات در رژیم ایران.